سلام، صبح همه شما بخیر. البته اینجا که صبح ماست، ولی بعد از ظهر و شب همتون بخیر. ساعت 8 صبح. سلام ونگن واتر. گفتم بچه یه لایف برم با همدیگه یه شیر بکنیم ببینیم چه خبره اینجا. There we go. سلام نیلو جان، سلام به همه تون. باز صبح ساعت سایه منم میبینین که صبح من ساعت 4 بیدار شدم، منتها چون هوایی 2 ساعت ساعتشون با ما عقبه از لس آنجلس، 4 صبح اینجا شد 6 صبح لس آنجلس. دیگه اومدم پایین و یه قهوه خوردم و بعد شروع کردیم روزمون رو با بچه ها. اینجا هم ببینیم چه خبره. بله، فقط فکر کنم که 1500 تا پیام بین این بچه هایی که همکاری میکنن رد و بدل شد که ما اینا رو راه انداختیم و جلسه هامون رو مشخص کردیم و یه ذره قرقاتی کرده بودیم جلسه ها رو. خلاصه هیچی دیگه، گفتم تا قبل از اینکه جلسه های من شروع شه بزنم بیرون و بعد با هم دیگه اینجا باشیم. شما هم ببینین چه خبره. آقایونم که اینجا دارن والیبال بازی میکنن تا اینکه دیگه برم سر جلسه هامو دوباره برگردیم سر داستان هامون. بله، الان ساعت 8:21 دقیقا به وقت هواییه و این دوستان دارن والیبال بازی میکنن. هوا هم کاملا گرم و شرجی. آره، منم که عاشق والیبال و دیگه بله شاید بعد از ظهر بیایم به اینا بگیم آقا ما رو هم بازی بدیم یه ذره والیبال بازی کنیم. خب دوستان عزیز، ما در چند روز اخیر داشتیم راجع به ADD و ADHD و اینها صحبت می کردیم و بعد یک شنبه لایو ما در مورد چسبندگی بیمارگونه خواهد بود. از اینجا براتون فیلم گرفتم، درسته؟ این درخت های اینجا، پرنده های اینجا که شکلاشون یه ذره فرق می کنه، ولی گفتم بهتون اینجا خروسا توی خیابون ولن و اینکه از ساعت 4 صبح شروع میکنن خروسا به خوندن دیگه. من نمیدونم چرا اینا خروساشون تو کوچه و خیابونن. بله، اینجا رو اگه نگاه کنین دوستان، یه سری آدم ها اینجا هم بدون خونه و زندگی هستن و الان که میبینین یه دوچرخه ای دارن و خلاصه همه خیلی اینجا مدل هیپیوار زندگی میکنن. این همون درخت هاییه که اون روز بهتون نشون دادم که چجوری اینا تو هم دیگه رفتن. اونجا برفیه چاو بلا. بله، روز یک شنبه راجب چسبندگی بیمارگونه وبینار به زبان انگلیسی خواهد بود و بعدش هم در این مورد دوستان به زبان فارسی یکی راجب نارسیسیست. اینا رو میبینین بچه ها؟ اینا کسایی هستن که فقط همینجوری توی طبیعت و بدون خونه و زندگی هستن و اینجا میخوابن تو همین طبیعت و خلاصه زندگی خیلی ساده و هیچ اتفاقی نمیفته و
همه آهسته و برای خودشون تو آب و دریا میچرخن و اینا هم که یه سری بومیای همین مال خود هوایی هستن. خلاصه در روز یک شنبه که من لایو انگلیسیم رو میرم، کسایی که انگلیسی صحبت میکنین بیان روی اون کانال، ولی برای کسایی هم که نمیکنین روی یوتیوب یه برنامه رفتم راجب ترد شدن و یه برنامه هم راجب چسبندگی بیمارگونه کودیپندنسی، که اون دوتا برنامه رو بد نیست که ما ها گوش بکنیم، به خاطر اینکه همه ما ها یه جورایی اون خودشیفتگی و نمیدونم این برنامه ها رو داریم دیگه. در مورد چسبندگی بیمارگونه من گفتم که به احتمال خیلی زیاد اون زمانی که من و شما ترد میشیم حتما اون چسبندگی بیمارگونه دنبالش میکنه و بعد ما چقدر به خودمون زجر میدیم. منم که اینجا نمیتونم برم پایین، ماسه نداره، چقدر من و شما به خودمون زجر میدیم که مهرطلبی بکنیم و دیگران رو راضی بکنیم و بعد خودمون یه سری آدمای ناراضی از کار در میایم که اصلاً و ابداً از زندگیمون راضی نیستیم و داریم بهای اون طرد شدگیمون رو میدیم به شکل‌ها و مدل‌های متفاوت. و خب هر کدوم ما وقتی برمیگردیم بچگیمون رو نگاه میکنیم ببینیم در یک جایی و یه مدلی، آره تو تنها نیستی عزیز که چسبندگی بیمارگونه داری، همه اینجوری هم. همه ما ها میگن به یک شکل و فرمی این رو داریم، اما همیشه قسمتی که من فکر میکنم باید روش کار بکنیم این استش که خب با دونستن این قضیه که همه ماها طرد شدگی رو تجربه کردیم و بعد الان متوجه هستیم که ما چسبندگی بیمارگونه داریم، حالا الان چی کار بکنیم؟ خب حالا اینکه یه برنامه‌ای که همه دارن و همه توش هستن و این داستان، حالا چی کار بکنیم با این قسمت؟ منم ماسک نزدم چیزی میگویم که اوکی. اینجا من میتونم برم پایین، هنوز تلفنم به من رسپشن میده بچه ها این پایین یا نه دیگه. یکی از قسمت های این داستان 5G هم همینه دیگه دوستان، که به ما این توانایی رو میده. اینا هم که میخوان سرف کنن همه دارن میان، یواش یواش اوکی. اینجا یه جا سایه پیدا کنم من که آبم ما رو نبره. سرف کنید. اوکی. این صخره هاشون هم خوشگله بچه ها. اخی اوکی. کی داره از ایران هی با من واتساپ میکنه؟ ساعت چنده؟ الان که زوده، الان 8:30 اینجاست. ساعت الان عشقم دقیقا 8:29 دقیقه اینجاست.
اوکی، منم که هنوز ایمیلامو چک نکردم. نت ضعیفه؟ آره. برای تو دختر خوب فرزانه که میگی ایشالله خوش بگذره، ببین پیروزم یه لایو رفتم بهتون گفتم، داستان اینه که ما خودمونو هر کجا که میریم با خودمون میبریم، اینو همیشه یادمون باشه. یعنی وقتی که من و شما حالمون با خودمون خوبه، هر جا بریم بهمون خوش میگذره، ریلکسیم. چرا عزیزم، اینجا هم کرونا هست، برای همین توی لایو پریروزا که رفتم بهتون گفتم برو اون لایو قبلی رو نگاه کن، گفتم که همه چیز داستانه، اینا تمام سیاسته. یه برنامه هم روی یوتیوب، خیلی همون اولی که کرونا شروع شد بهتون گفتم که داستان چیه، سیاست پشت پرده کرونا، که گفتم اینا همه برنامه است که حالا حالا ها ماها تا حداقل 2025 اینجوری هست. و فکر نکنین که حالا 2025 مثلا یه دفعه چیزها به عقب برمیگرده. خب یعنی این که این سیاستی بود که همه چیز رو پشت پرده به طرف کمونیستی بکشن و قدرت رو از مردم بگیرن و داستان همینه دیگه، اقتصاد رو میزنن خراب میکنن. بعد اون وقت کنترل، مثلا ما توی هواپیما یه جایی پرواز تقریبا خالی بود از لس آنجلس به هاوایی، اون جایی که من و دوستم و بچهش نشستیم هیشکی نیست، یعنی نزدیک 50 تا صندلی هیشکی توش نشسته، فقط ما اینجا نشستیم. ولی مهمان داره دو بار اومده میگه که ماسکتونو بزنیم، بعد میگیم که بابا ما تست کووید دادیم نگاتیو در اومده، منفیه. اینجا هم که هیچکی نمیگه ماسکتونو باید بزنین، اگه نزنین اون وقت شکایت براتون میفرستیم، بعد دیگه هیچ هواپیمایی دیگه شما رو سوار نمیکنه. یعنی چی اینا؟ یعنی کنترل دیگه. آره، حالا من الان چیزی که صحبت اصلی من به شماها اینه که الان که ما یه همچین موقعیتی و زمانی رو درش هستیم، هی من دارم خودم رو تیکه پاره میکنم، چندین ساله که بچه ها باید به طرف آگاهی و بیداری بریم، از این سطحی بودنمون باید در بیان. زورم برای همین بود، برای اینکه داریم با یک چیز روبرو هستیم که فقط میخوان قدرت رو از ما بگیرن و ضعف رو در ما به وجود بیارن با ترس و وحشت. چقدر من برنامه تو این زمینه رفتم، بله اینه که اینا بچه ها، این صحبت هایی که من الان دارم با شما میکنم، مسئله مون این نیست که بذاریم ببینیم این مریم خانم 69 بره. آره، تمام این داستان ها اینه که ماها بتونیم واقعا در اون آگاهیمون بیان. خانم مریم شما خواستی با من لایو بری؟ نه فکر نه. شروع در بیار. این دوستان هم اینجوری جویند لایف میفرستن. اوکی بچه ها، من باید حواسم باشه که تا نیم ساعت دیگه جلسه هم شروع میشه، حواسم پرت نشه، چون دیروزم خیلی چیزا قرقاتی شده بود جلسه هامون. خب پس الان من چیزی که به شما ها میگم دوستان اینه که حواسمون رو باید جمع کنیم. یک این که از نظر فیزیکی خودمون رو واقعا قوی بکنیم.
از خواسته هامون، از نمیدونم درخواست هامون، از نیاز هامون، از همه اینا باید بریزیم. اینا رو همه رو باید بریزیم. و بعد الان این مدت بهتون گفتم من اومدم اینجا، هیچی در واقع عوض نشده. این چند روزی که ما اومدیم اینجا، همون صبح ساعت 4 بیدار میشم، پیاده رویمو میکنم، همش در جنب و جوشم، حرکت میکنم، بدنمو قوی میکنم، ذهنمو خالی میکنم، به کارام میرسم، رابطمو با همه دور و بری سعی میکنم درست نگردارم، حالم خوبه، به همه انرژی میدم، به همه عشق میدم. اینجاست که من و شماها باید باشیم، دائما در ارتعاشات بالا، حالمون خوب باشه، روی افکارمون تسلط داشته باشیم. من دیروز با یک نوجوانی جلسه داشتم که این آقا 68 سالشون بود و وقتی بهشون گفتم شما سر چه کلاسی نشستین، آی پسر تو چرا ولی، پدرت کجاست، مادرت کجاست؟ آره، وقتی بهشون گفتم که شما سر چه کلاسی نشستین، چون جلسه شون راجبه این بود که ایشون 3 بار پنیک اتک کردن و هی بردنشون بیمارستان و یک آقای خیلی متشخص و تحصیل کرده از امریکا و حالا همه این داستانا، بهشون گفتم که شما سر چه کلاسی نشستین، گفتن خانم من تحصیلاتمو کردم، همه این داستانا، نمیدونم مدرک بیزنس گرفتم، اینجوری که هم. گفتم نه، منظورم اون کلاسا نی، منظورم اینه که الان که شما 3 بار پنیک اتک گرفتین و بردنتون بیمارستان، منظورم اینه که الان شما سر چه کلاسین. گفتم متوجه نمیشم که چی میگین. گفتم بله، منظورم اینه که شما الان سر کلاس انگزایتی و استرس نشستین. 1 ساعت جلسه کاملا ایشون تغییر کردن. گفتم حالا میگم خدمتتون که عرفان 1 و 2 من رو که رایگان روی یوتیوبه با مدیتیشن، شما شبا با اون مدیتیشن بخوابین و بعد ببینه الان حالتون چطوره. بعد 1 ساعت ایشون حالشون خیلی خوب بود. ببا چرا اینا الان زنگ میزنن؟ نو بچه ها، میدونین مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که دوستان ما ساعت ها رو قرقاتی میکنن فقط به خاطر این 2 ساعتی که من اومدم اینجا و الان تماس میگیرن. در هر صورت ایشون برگشتن گفتن که من الان حالم خیلی خوبه، همه چی خیلی عالیه. و بعد بچه ها وقتی ما میام اینجا متوجه میشیم که بابا ما در یک میترکسی هستیم که همه چیز رو ما میتونیم تغییر بدیم. این خانمم الان ماسک رفت اونور چون که من ماسک نزدم، ترسید بهش کووید مویدی بدم. یه ترس و وحشت. بنابراین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که شما متوجه میترکس بشین، که یعنی واقعا هی من میخوام اینو برای آدم ها جا بندازم که ببینین همه چیز ساخته یه ذهن شماست و شما میتونین این فیلمو عوض کنین با افکارتون، با حستون. پیروزم که اون لایو رو رفتم، یه دختر خانومی برای من کامنت فرستادم که سودی خانم شما، من باید یه انتقاد بکنم و این حرفای شما برای مایی که در ایران هستیم فقط در حد یک شعاره، اینجاست که شما ها نمیگیریم. یعنی این که من با چقدر آدم کار کردم تا حالا که این آدم ها در ایران به چه موقعیتایی، ادامه تبا همون شرایط ایران، شما فکر میکنین یا اینا فکر میکنن که مثلا من چون 40 سال امریکا شرایط ایران رو نمیدونم؟ بابا من دارم همش با شما تو ایران کار میکنم، من از دلارتون که چجوری عوض میشه تا موقعیت اینتون تا نمیدونم چه،
روزانه من دارم با آدم ها چقدر من جلسه همین الانش با ایران دارم. پس من دلم خوش نیست، حرفای منم شعار نیست. شما هم جز به اونایی که بهانه داری که من چون در ایرانم این حرفا شعاره. پس بیان ببینین این همه آدم که توی وبینارهای من بودن اصلا چیزایی که باورشون نمیشده که یه دختر تنها بتونه با تمام سختگیری پدر مادره از چیز در بیاد، از محدودیت که پدر مادر گوشتن در بیاد، برای خودش کار بگیره، برای خودش آپارتمان بخره، روپای خودش وایسه، نمیدونم همه این داستان ها. بریم تو این کوچه ببینیم چه خبره بچه ها. اینجا هم که این دوست من مریم میگه که اینه ویلاهای شمال میمونه. نمیدونم، من که خیلی سال دیگه ایران نتونستم بیام، ولی اینجوریه دیگه. آره، خلاصه داستان اینه که دوستان عزیز، من حرفام شعار نیست، من دارم میگم ما در یک میترکسی هستیم. بعد سالها بگشت ایران حالت خوبه. مدیتیشنش قم روی یوتیوب چند تا مدیتیشن رایگان گذاشتم. عرفان یک اونجا رایگان، عرفان دو رایگان چیز شده. جهانهایی هست، جهان هستی موازی شماره یک رو گذاشتم. 800 تا برنامه اونجاست راجب این که ما چطور ریالیتی یا موقعیت خودمون رو عوض کنیم. آدم مثبتی هستم. ببین عشقم، من اینو همیشه به شماها میگم، خب من ایران متولد شدم، من دوران تینیجریمو در ایران بزرگ شدم، ولی هیچ وقت با اعتقادات و نمیدونم باورها و هیچی رو نذاشتم روم اثر بذاره. و توی سیدی عرفان شماره یکم برین گوش کنی، گفتم من 10 سالم بود برگشتم، نمیدونم اونو اونجا گفتم، یه مادر خیلی فهمیده یه نمیدونم شاعره، من مامانم اینجوری بود، یه روز تو آشپزخونه نگاش کردم، دیدم هی داره نمیدونم صبحونه میشینه پای صبحونه، ساعت 5 صبح تا 1-1 ما پاشیم بیام صبحونه بخوریم، میره تا ساعت 10 و 11 صبح، بعد دو مرتبه اون برادر بنده ساعت 10-10:30 بلند میشه، بعد دوباره صبحونه جمع میشه، دوباره میره تو ناهار درست کردن، بعد دوباره ناهار تا ساعتها اون زنگ میزد، اون برادرم زنگ میزد ناهار چی دارین، میام حالا همه زن و بچه ما نمیدونم، خانم برادرم پا میشد میومد، از بعد از ظهر دوباره تو سماور و چای و میوه و در و همسایه خونه ما، دوباره برو تو شام و اون شوهر خواهرم میومد و این میومد. من یه روز برگشتم در 10 سالگیم به مامانم نگاه کم کنم، دلم برا تو و زندگیت میسوزه. مامانم خندید گفت چرا عزیز من، خب تو هم نمیدونم بزرگ میشی ازدواج میکنه. گفتم این مرگه برای من، این باور من بوده در 10 سالگی. اوکی، پس چیزی که دارم بهتون میگم موقعیت و جا و اینها نیست، اینی که من نذاشتم هیچ چیزی منو شستشوی مغزی بده، هیچ باوری، هیچ اعتقادی، هیچ کسی، هیچ چیزی. شما در ایران صدای پرنده ها رو میشنوید؟ کجا اینا میخونن؟ من که هیچی نمیبینم بچه ها. نه ببین عشق من، شغل پیدا کردن دختر خوب ربطی به ته بچه ها، چیزها به همدیگه ربط ندارن. منو بشنوین، شما در میترکسین، یعنی این که
شما میتونین کاملاً Good morning. شما میتونین کاملاً واقعیت و دنیای مادیتون رو تغییر بدین. اینه که من میخوام برای شما ها جا بیفته. شما اگر دائما شفافین که چی میخواین و همش افکارتون رو مثبت میکنین، حستون رو مثبت میکنین، دائما خودتون رو میبینین در حرکتین، در جریانین، شما میتونین زندگی و دنیای مادیتون رو تغییر بدین. این هیچ ربطی به این که شما در کجا زندگی میکنین، تحصیلات دارین یا ندارین، نداره. بچه ها یک قدرت بالاتر و فراتر هست. اون زمانی که شما امواجتون با جهان هستی یکی میشه، شما یک موج میشین با جهان هستی، تمام خلاقیت، قابلیت، قدرت، توانایی جهان هستی در شما یکی میشه. شما بعد موجتون و امواجتون رو با یونیورس، جهان هستی یکی کنی. Good morning. بله. تنها چیزی که شما باید یاد بگیرین همینه. چی؟ به خانواده چی بگین؟ به اونا رفتی نداره؟ ببین دختر خوب، مشکلی که شما ها دارین اینه که هیچکی نمیخواد خودش رو اول عوض کنه. گاندی، یکی از معروف ترین شعارهای گاندی این بود که همه میخوان چیزها تغییر کنه ولی هیچ کس حاضر نیست که خودش رو تغییر بده. اینو شما باید تتو کنین و توی ذهنتون بزنین. خب یعنی تا من به یکی میگم، با یکی جلسه میگیرم، یه دونه چیز میشه، هی برمیگرده مشکل خانواده است، مشکل شوهر است، با شوهر چیکار کنم، با فامیل شوهر چیکار کنم، با این چه کنم، با اون چه کنم. هیچ کس نمیخواد بفهمه که همه چیز منم، همه چیز رو من میسازم، من در این میترکس هم. این گور برم ببین. بچه ها اینجا همه در حال ورزش و حرکت و وقتی که میان لب بیچ، Good morning sunshine. Hello pretty. Hello lovey. Yes, you want healing. I'm here to get some healing. I'm a pretty, pretty girl. Yeah. تو چرا ولی؟ دختر خوب تو کوچه و خیابون. صاحبت کجاست؟ چی کار میکنی اینجا تو خیابون میچرخی؟ بچه ها اینم مهطلبه ها، میبینی؟ اصلا من نمیشناسه، همینجوری یه راست اومده سراغ من که توجه بگیره. اینم فکر کنم در کودکیش ترد شده. شماها کجا تشریف میبرین آقایون؟ چه خبره؟ کجا میرین؟ و به مام بگین اگه جای خبریه. پروانه ها برید بابا جان، برید دنبال کارت. آره ببین این تیکه عزیز، این قسمت برای بچه دختر خوبمون که میگه حتی گربه هاشونم فرندلی هن چیزن،
این تیکه ماوی یه آیلند چی میشه؟ جزیره. یه جزیره یه که همه میان اینجا دیگه بازنشسته میشن و میگم خبری نیست دیگه و همه چی ساکت. این شمال خودتون میمونه دیگه. بنابراین همه میان اینجا زندگی خیلی ساده و این برنامه هاست. اینجا هاوایی عزیزم. هاواییه و هاوایی جزیره های مختلف داره. اینجا ماویه. ماوی میگم هیچ خبری نیست. ملت فقط میان برای اینکه ترک دنیا بکنن و دیگه وقتی امریکایی‌ها سنشون میره بالا و اینا میخوان تو سر و صدای شهر نباشن میان اینجا. بله اینم از این داستانه. خب پس کلن چیزی که بنده میخوام بهتون بگم این استش که من و شما باید اول خودمون رو تغییر بدیم. به محضی که شما میگین پس پدر و مادر چی؟ باشون بهشون اینو بگیم اونو بگیم، یعنی این که شما کل قضیه رو نمیگیرین. که کل قضیه چیه؟ کل قضیه اینه که شما نمیخواین خودت رو خودتون کار کنین، اون مسئولیت رو بپذیرین. الان هم دارم بهتون میگم که ما داریم میریم در یک زمانی که میخوان فشار کنترل رو خیلی بیشتر کنن. برای شما که هنوز تو پای اولتون موندین که با پدرش چیکار کنم یا با مادرش چیکار کنم، آقا دیگه بیخیالش دیگه. همه ما باید متوجه قدرتمون بشیم و باید روی اون قسمت کار کنیم. فیزیک باید قوی بشه، چون وقتی فیزیک قوی میشه کمیکال های مغزی تغییر پیدا میکنن، اعتماد به نفس شما میره بالاتر، همه این داستان. الان از این چند روزه که من اومدم اینجا از صبح تا شب داریم همینجوری پیاده راه میریم. حالا مریم اومده با اریل کالسکه داره، ما راه میریم، میریم اونجا خرید میکنیم. نمیدونم دیروز من 8 کاهو خریدم با یه ذره. بای بای خوشگله. ببین بچه این نشسته اینجا، پرنده هم پشتشن، یعنی این به پرنده ها نه اهمیت میده نه کاری داره، همه برای خودشون آزادن از 7 دولت. بله این است که شما باید روی خودتون کار کنین. بعد از بهانه هاتون در بیان، از اینکه من اینجام یا نمیدونم اونجام یا این. پیروز تو لایو گفتم بعد از 30 سال با مردم کار کردن، البته 40 سال، ولی خب حالا دست کمش بگیریم 40 سال، بچه من کارم اینه، دارم با مردم کار میکنم، دارم ذهنشون رو میخونم، دارم حسشون رو میبینم، دارم انرژیشون رو میخونم. و بعد از 40 سال تجربه دارم بهتون میگم آدما اون جایی هستن که خودشون رو میذارن. بهانه های شما بزرگتر از آرزوهاتونه. چقدر من گفتم بهتون که آرزوهاتون رو کوچیک نکنین برای اینکه باش راحت باشین. از دست شما ها. من رفتم دیگه. همتون رو میبوسم بچه ها، تا بعدم. بای بای.